سلام، با این نیم نگاه دیگه برگشتیم و این بار سراغ بازی فار کرای پرایمال با رضا حاج محمدی عزیز رفتیم. چه کار داری میکنی رضا؟ خیلی دوستش دارم والا. تو اون چیزی که تو نقد نمیشه اصلا دوست نداشتی این بازی رو؟ نه بابا، اشتباه بوده. اشتباه کردی؟ یعنی چی آخه؟ خیلی خب، با رضا اومدیم نشستیم که یه خورده بازی کنیم پرایمال انسانهای اولیه و اینکه ببینیم که این بازی اصلا چند چنده. کل بده من اینو چند چنده این بازی کلا. رضا برو تو بازی ببین چه خبره. ببین تو بازی دایره رو بزنم. خیلی خوب، کجا مارو بردی رضا؟ نو بردم هچی بهش میگه رضا خود بیا بازی کن. خب علاقه خاصی به پرت کردن دارم من. با یه خوشونت اول شروع کنیم یه ذره هدشات. آره این چوری؟ آها این اسیره. آره آزادش کن. خب بعد بزنیم یه ذره پوست حیوان بکنیم. کجا؟ آو این حیوان هم آره؟ این رفیقه همون. همونچون قبلا دیده بودی تو فارکرا میتونید حیوان ها رو تو قسمت قبلی هم بود دیگه این قضیه. تو قسمت قبلی مثلا حیوان ها تو قفس مفس بودن، میتونستی آزادش کنی، حمله کنن به دشمن، ولی الان میتونی اهلیشون کنی، بهشون دستور بدی، ولی هیچ فرقی با بازی قبلی نداره. چیز زیادی یعنی به بازی گیم پلی اضافه نمیکنه. بعد میتونی در آن واحد چند تا حیوان داشته باشی یا فقط آره یه حیوان آره داشته باشی؟ میتونی داشته باشی هر چیزی، ببرای دندون خنجری گرفته تا گرگ و همه چی، تا کفتار و از این راسی یا خدا پلنگ و اینا رفتش چرا این به هر موقع میخوای میتونی چکار کرده بود؟ آره. پس محیط بازی طبیعیه. یعنی میچرخه و خود میبینی یکی شکار کرده، یکی چیز کرده، ول میگردی. چرا اینقدر بد میگه در مورد بازی؟ خب بازی بعدی بود دیگه. از چه نظر بد بودش؟ بخوایم ریشه یابی کنیم بد بودن پرایمالو، باید برگردیم به فار کرای 3. یاد باشه فار کرای 3 یکی از انقلابی ترین بازی های جهان، بازی اواخر نسل پیش بودش. درسته. که شخصیت منفی خیلی آره، خفنش آره. یه دونه اون شخصیت عالیش بود باس مونتنگرو. بعد خود گیم پلیش، شبکه در هم تنیده شکار و ساخت و ساز و ساخت وسایل مختلف و تیراندازی و آزاد کردن پایگاه نظامی و اصلا کلا خیلی چیز جدیدی بود. درسته. بعد به تو انقدر خوب بود این بازی که راه پیدا کرد به نامزدهای بهترین بازی سال. ولی یکی دو سال بعد یوبیسافت برداشت همون بازی رو در قالب فار کرای 4 دوباره عرضه کرد. فقط محیط بازی عوض کرده، چیز دشمنه بازی عوض کرد. بازی زیاد چیز خاصی هم اضافه نکرده بود البته. اضافه شده بود. یا پیغمبر. آره. چیه؟ خودی ها؟ نه بابا. خودش شده بود. آره، فقط یه فیل اضافه شده بود به قول معروف طرفدارا که میگفتن. آها. بعد خیلی هم عصبانی شدن. من اونا که دوست نداشتن به یه بازی دوباره از اول تکرار کنن، عصبانی شدن که چرا این پیشرفت نکرده. آره. بعدش وقتی یوبیسافت اعلام کرد که قراره بازی رو منتقل کنن به دوران قارنشینی انسان‌ها و انسان‌های نخستین، اصلا کاملا مشخصه اینا مثلا یه بازی انسان اولیه و این داستانا درست کنن. بعد گفتن که خب ما که برند نداریم برای این بازی، آره. بیا همین فار کرای بکنیم مثلا اولی. آره دقیقاً همینه. آره. خب من با خودم فکر کردم، من تریلر اولی بازی رو دیدم خیلی خوشحال شدم چون خیلی تر تمیز بود، فرق میکرد با فاکرهای قبلی، زیاد ترسناکتر بودش، قدرت زیادی نداشتید. اون تریلر اینجوری به آدم میقبولون که آره اینجوری هست، واقعا تو محیط قرار گرفتی، توی محیط بقا برات. ولی خب بازم از همون موقع شک و تردید بودش. آره. که یوبیسافت یه جورایی داره اینو میلکش میکنه کلا. آره دقیقاً شیردوشی رو انداخته. بعدش هم که من بازی رو شروع کردم همون نیم ساعت اول که گذشت گفتم این بازی نبودش که من میخواستم. همون فار کرای 4 و فار کرای 3 رو برداشته یه ضرب کپی پیست کرده توی یه دنیای قارنشینی که بازم اونم هیچ فرقی نداره. همونجوری که تو اخبار تو زومجی اگه دنبال کرده باشید اخبار فار کرای رو میدونیم که یوبیسافت برداشته همون نقشه فار کرای 4 رو توی پرایمال. آره این قضیه خیلی سر صدا کرد. حتی مثلا آیجن هم یه ویدیو رفته بود که دو تا گیم پلی باشه بغل هم، گیم پلی گذاشته بود بغل هم، نشون میداد که فقط مثلا توی پرایمال یه تیکه سنگ برداشتن، یه رنگ علفزاره رو تغییر کردن، زرد کردن مثلا. بخاطر همین وقتی تو بازی میاید احساس میکنی آره انگار من قبلا تو اینجا بودم. تو چیز جدیدی نداره. حتی تو نقاط برفی من نقشم میرید چیز جدیدی وجود نداره با جاهای دیگه، لازم نداره که مثلا آتیش پس یه جوری میشه گفت اصلا این بازی
ارزش 60 دلار رو نداره، یعنی به هر حال مثلا یه اکسپنشن پک دقیقاً چیزی که طرفدارا میگفتن اگه جای یه اکسپنشن پک میداد بیرون خیلی بهتر بود با کلاس دار. مثلا همون بلاد دراگون که قبلا داده بود. آره بلاد دراگون خیلی بازی خفنی هم بود واقعا. بعد مشکل بعدی اینه که اینا رو کپی پیست کرده، با همون مشکلات کپی پیست کرده، چیزی اضافه نکرده بهشون. مثلا داستان فارکرای 3 قابل تحمل بود ولی تو فارکرای 4 انقدر کاراکترهای فرعی اعصاب خوردن مسخره زیاد بود که من اصلا نمی‌دونستم، خسته می‌شدم واقعا. شکار ماشاءالله بسه. حالا تو فارکرای هم باز تو پرایمال هم بازم اون داستان به همون صورت وجود داره. یه بگیم اون کشته با حال بیرم. خیلی خب، پس آقای رضا حاج محمدی که به خاطر نقدای خیلی خیلی کوبندش آنچنان شخصیت مطرحی توی زمینجه نیستش، از این بازن خوشش نمیمد. کلن ازا دوتا فقط دو جور طرفدار داره، یه جور طرفدار داره که خیلی دوستش دارن، یه جور طرفدار داره که اصلا میخوان سر بشترش نماشه کلن. آره ولی خب جدا از شوخی واقعا طرفداری زیاده. نه دیگه من خودم میگه طرفدار فارکرای، نه بازی بدی نیست فارکرای پرایمال، همچنین تو نقد گفتم کسایی که نسخه‌های قبلی رو بازی نکرده باشن یا نسخه‌های قبلی رو خورده باشن هنوز سیر نشده باشن، دوباره این باشن که بشینن دوباره فارکرای بازی کنن، این بازی براشون عالیه. ولی کسی که دنبال پیشرفت و نوآوری و خلاقیت باشه، خب پرایمال هیچی نداره، چون همون بازی میتونی بلند کنی. آره دیگه میتونی بلند کنی. کجا میبره؟ قایم میشه. قایم کنی؟ آره برکن بابا. چی قایم کنی مثلا؟ چینجی شدن؟ این میتونه نایت ویژنه؟ چیه؟ ایگل ویژنه. ایگل ویژنه چجوری میره؟ آها رفت. ولی بعد هم نیست. آره داره چیز خوبه. اتفاقا من الان داشتیم به قبل از ویدیو با بچه ها میشستیم بازی میکردیم یه تیکه های از اون بازی هاست که مثلا دست جمعی سر مهمونی که میشین. آره برای بازی دور همی عالیه، مثل آنتیل دان دور همی میشینی مثلا 4 تا آدم میکشی و 4 تا مغز میترکونی و 4 تا دل میده در میاری. آقای کارگر شما اون گوشه کس کردی چند دقیقه است؟ نمیتونی به اون بگی؟ کارگر من اون گوشه کس کرده یه نشسته همینجور تماشا میکنه بارو یه بهتره کنیش نمیزنه اونجوری؟ نیزه در بیار. نیزه در بیاریم؟ ندارم نیزه. آره اینجوری هست با دی لنگواج با خوبه. خب بریم رو مپ ببینیم مپ چی داره. مپ الان خب. اول بازیه، یه زکی جلو تر میری الان کل این باز میشه. آره کل این باز میشه. من راستشو بخوای 7-8 ساعت بیشتر 9 ساعت نتونستم تحملش کنم، چون چیز جدیدی برای من نداشت. اون 9 ساعت هم به زور بازی کردم. خب مثلا مهمات اصلیه کجاست؟ اینجاه. آره آها اینجا روستاتون رو روستای خودمون. آره. اینجا کم کم مأموریت انجام میدید تعداد جمعیت روستا بالا میره، بعد مثلا بخوای فصل رو بکنه اینجا میره. درسته. آره فصل رو بده. من اصلا قبل اینکه بازی بیا عذاب داشتم خدایا چجوری میخواد این تیم مپ بره. نه نداره هیچ چی نداره که بعد نه جلوتر میتونی بعد بودو بودو بری این و بودو بودو بری اون بر. نه ببرای دندون خنجریو که چیز کنی اهلشون کنی میتونی روشون سوارش جای اسب ازشون استفاده کنی. جدی؟ یا سوار ماموت میتونی بشی. سوار باب بشی؟ من میشدم قبلا سوار باب. خب دیگه این کجاش واقعیه که حالا اونش واقعی باشه. ماموریتام آره نقشه پر ماموریت میشه ولی هیچ فرقی با هم ندارم. کسی که مثلا فالات متال ویچر سری بازی کرده باشه ماموریتای این براش تاریخ مصرف گذاشته و خسته کننده است، چون میگه برو فلان یارو رو بکش، برو فلان یارو رو اسکورت کن. آره مثلا اون قبیله رو اسکورت کن. آره. یعنی چند نفر اسکورت کنی چیز جدیدی نداره، همین 4 تا آدم میکشه تمام میشه میره. ولی مثلا تو ویچر 3 و فالاوت و آره متال و اینا استانداردهای بازی جهانبازو بالا بردن. پس این در مقابل جهانبازای دیگه حرف خاصی برای گفتن نداره. نه تقریبا در واقع فکر میکنم ساختار بازی جوریه که ساختار بازی مدرنه ولی بردتش توی یک فضای آره قدیم. آره شخصیت اصلی جی پی اس داره، هیچ گم نمیشه. آره این جی پی اس اون گوشه داره قشنگ. فقط رفته اونجا. خب. بعد انقدر هم تیرکمون و نیزه قوی میشه دیگه جای خالی آر پی جی و کلاشینکوفات و اینات هم دیگه حس نمیشه. یه دیگه هیولایی میشه در آخر بازی دیگه. جالبه. برای اون عصر حجر رو اصلا فکر نمیکنم برای آدم تداعی بکنه. نه. اتمسفر آره نمیتونه بسازه دیگه.
من فکر کنم فست ترابل باید بری اونجا از اونجا بری میشه نقشه بزنی از و هر جای نقشه میتونی بله که اینطور هرچه به رضا گفت رضا خود بیه بازی کن گفت نه بشین تو بازی کن آره من چون مولتی تسکیل نیستم مغزم یه طرف میره یه کار دیگر نمیتونم انجام بدم زیاد دعوان نمیاری بعد خاطره بعدی هم از این داستان داریم اینجا چیه؟ این هم گوره خره چیه برو بخوشش خب یه چشم یه ذریعه معمولیت کوچولو هم برم من تو یکی دو دقیقه آره حال میده این با چوب و چراغ میزنی میکشی طرف رو یا حضرت آره برای اکشن پاپکورنی خوب همونطور تو نقدم گفتم همونطور که مثلا فست اند فیوریوس توی سینما جزو با فیلمایی که فقط فرقی با قسمت قبلیش نمیکنه فقط آره فقط چهار تا ماشین عوض میشه یه داستان یه خطی داره و تموم شد رفت چقدر باحال میاد پایین فاکتور پرامل هم همچین نقشی تو بازی ویدیویی داره آره یه سرگرمی معمولی خوبه ولی اگه لعنتی ها اوه خرس فرار کن فرار کنم؟ فرار کن خرسه داره فرار آتیش بزن خرسه رو آتیش بزن سراغ داریم برای مثلا این سبک بازی آره یه بازی داره میاد به اسم وایلد سونی آره یه بازی به اسم وایلد داره میاد خیلی خفنه اون بازی چیز تریه حس و حال مستقل تری داره اینقدر مثلا انفجاری و پشت و کشتاری نیست توش همیشه در اتمسفر سازی میخواد کنه تجربه گرایی میخواد کنه بعد ولی یه بازی دیگه داریم سونی داره برای پلیستیشن 4 زیرو دان اون به نظر میرسه عالیه برای یه بازی قارنشینی چیزی تمیزی تبدیل میشه خیلی خب اینم از نیم نگاهی که برای شما تدارک دیده بودیم امیدوارم که خوشتون اومده باشه نمیگیم بازی رو بخرید نخرید تصمیم خودتونه دوست داشتی بخریدش نخرید برامون ما که کاری نیست به حال آره اگه دوست داری عصر عجر رو دوست داری که تجربه خاصی بکنید یه خورده صبر کنید بازی ارزون بشه دستمون بشه بخرید آره مرسی با ما همراه باشید بعدا هم دوباره خدا نگهدار خدا حافظ